شاکر نیست برادر اسلام که حیات و زندگی سراسر ابتلا و امتحان، حوادث و واقعات، مشکلات و سختی های هست که قدم به قدم هر یک موشماره به طرف نهایت ما نزدیک کرده میره. یا ایوها الانسان انک کادح الى ربک کدحا فملاقیه. ای انسان، همواره تو در مشقت ها و سختی ها هستی تا به زمانی که پروردگارت ملاقی میشی. سختی و مشقت ها شک نیست که با حیات و زندگی عظیم دنیای ما و شما گره خورده، ولیکن هیچ وقت به این معنا نیست که با این سختی ها و مشکلات و مشقت ها ما هدف حساسی که الله رب العزت ما و شما را خلق کرده و پیدا کرده، از او هدف اساسی خود ما و شما بخبر شده و بالاخره هم در دنیا در مصیبت و سختی دیر بکنیم و بالاخره سختی های آخرت هم در انتظار ما و شما باشه. پس الله رب العزت که انسان را خلق کرده و پیدا کرده و او ضعف و ناتوانی های انسان آگاهی داره، او ذات میدانه که نمی انسان در نمی دنیا و به نمی مشکلات و سختی ها و حوادث و واقعاتی که با این دنیا سر کار داره، حتما و خامخا این حوادث و مشکلات و سختی ها انسان از هدف اساسیش بی خبر می سازه، از هدف اساسیش دورش می سازه، هدفی که در حقیقت به دست آوردن کامیابی و فوز روز آخرت می باشه. پس الله رب العزت با کمال لطف خود به خاطر یاد دهانی ما و شما انسان ها، انسان هایی که در غفلت ماندیم، انسان هایی که در بیخبری ماندیم، انسان هایی که رب خدا فراموش کردیم، مکلفیت خدا فراموش کردیم، دستشار تا سختی های دنیایی که نهایت نشت آخر عمر ما تو هست سر دوچار شدیم، الله رب العزت به خاطر یاد دهانی ما و شما انسان ها انبیاء علیهم السلام و مکلف می سازن که تا ما و شما را دوباره به آن چیزی که هدف خلقت ما هست ما را یاد دهانی بکنه و ما و شما را از این سختی های دنیا به طرف نعمت های آخرت سوق بده. ما و شما را خبر بده که ای انسان، حیات و زندگی تو تنها این دنیا نیست که فکر کردی، بلکه یک حیات و زندگی ابدی در پیش روی داری که اصلا پایان نداره. شک نیست که سخن انبیاء باعث اطمینان قلب انسان میشه. برادر اسلام، خوشی و سعادتی که ما سرگردان پشتش میگردیم فقط و فقط او را در سخنان انبیاء علیهم السلام ما پیدا کرده میتانیم. آرامش قلب، اطمینان، توکل و هر سختی و مصیبتی که بالای تو بیایه، از ورای از این سختی و مصیبت انبیا بر ما میگه که برای تو اجر است، پاداش است، این سختی ها و مشکلات بیهوده تیر نمیشه. واقعا باز انسان وقت میتونه که در این سختی ها و مشکلات صبر بکنه و هر قدر که صبر و تحمل پذیری کنه به مو اندازه اجر و ثواب عظیم نصیبش میشه. شک نیست که خود انبیاء علیهم السلام در رساندن ازی رسالت، در رساندن ازی پیام، سختی ها و مشکلات بی حد زیاد را متحمل میشد. برادر اسلام، انسان ها همه آماده پذیرش سخن انبیاء نیستند دیگه. چرا؟ اگر همه آماده پذیرش سخن انبیاء می بودن، پس حاجت و بیست انبیاء نبود دیگه. همه به اصلاح قبول میکردن و مسلمان میشدن، راه هدایت و فلاح و رستگاری را میگرفتن. ولیکن سنت الهی تقاضا کرده دیگه، الله رب العزت که جهان و کائنات خلق کرده در ازل فیصله کرده بود که فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، یک گروه شما مربوط جنت و یک گروه تان هم مربوط جهنم آتش. خب حالا کی در جنت بره و کی در جهنم بره؟ بس الله رب العزت نمی جهان پیدا کرد دیگه که تا کسی به جنت میره در حقیقت مطابق آن چیز هست که حیات و زندگی خود در این دنیا سپری کرده، تا کسی به جهنم میره مطابق آن چیز هست که حیات و زندگی خود در این دنیا تعیین کرده.
تا برای الله رب العزت هیچ حجت باقی نمانه برای انسان ها که چرا ما به جهنم رفتم، چرا ما را آتش سوختاندی، چرا فلانی به جنت رفت. نه قطعا، تا با وقتی که هر انسان به تقصیرات خود اعتراف نکنه و به یه اعتراف نکنه که ما بودم که خدا مستحق جهنم کردم، الله رب العزت کسی را به جهنم نمیندازه. برادر است و شک نیست که از وقت و زمان آدم علیه السلام که اولین نبی و پیغمبر بودم که الله رب العزت ایشان راستن و مستقیمن بدون پدر و مادر از خاک آفرید تا به بعثت پیغمبر آخر الزمان سلسله نبوت و رسالت در بین انسان ها امتداد داشت و در هر وقت و زمان وقتاً فوقتاً مطابق تقاضای آن چیزی که حیات و زندگی انسان می کرد والله رب العزت به او آگاه بود. الله رب العزت هم یاره یکی پای دیگر می فرستاد و حتی در یک مقطع زمانی چندین نبی و پیغمبر برای انسان ها فرستاده شده بود و حتی در یک قوم و قبیله چندین نبی و پیغمبر انسان ها را به طرف الله جل جلاله دعوت می کرد. اما بعد از اینکه پیغمبر آخر الزمان مبعوث میشه و این جهان و کائنات عمرش به نهایتش نزدیک میشه و نیاز به بعثت دیگر نبی و پیغمبر نمیمانه، شک نیست که پروردگار عالم هم دروازه نبوت و رسالت بند میسازه. پس به اساس در عصر زمان ما و شما که هستیم برادر اسلام، هر کسی که دعوای نبوت بکنه، هر کسی که دعوای رسالت بکنه و شک نیست که میکنند دیگه، از وقت زمان پیغمبر تا به امروز بسیاری انسان های دعوا را کرده گیستن و هنوز هم دعاها روان است و هر انسان و هر دجال از یک جای میخیزه و میگه نبی و پیغمبر است و برای ما وحی میشه. شک نیست قضیه برای ما شما کدام مشکل نداره. چرا؟ با بعثت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دروازه نبوت و رسالت بند است. دیگه هر کسی که ادعا را بکنه در حقیقت ادعایش باطل است، دروغ است و غیر قابل قبول می باشه. اما زمانی که ما در امتهای گذشته نظر اندازی میکنیم پیش از پیغمبر صلی الله علیه وسلم، پس هر زمانی که یک نبی و رسول در یک قریه، در یک قبیله، در یک امت فرستاده می شد، امتی که در دلالت و گمراهی غرق شده بودند، امتی که راه انبیاء علیهم السلام مانده بودند، امتی که در خواهشات نفسانی فرو رفته بودند و الله رب العزت به خاطر نجات از اونها نبی و پیغمبر را می فرستاد و او را مکلف می زاد که برو اونا را دعوت بکو از این لجنزار دلالت و گمراهی و هوا و هوس و خواهشات نفسانی نجاتشان بده که تا هلاکت نه در دنیا و نه در آخرت نصیبشان شوه. و زمانی که نمی نبی و پیغمبر به طرف قوم خود می آمد، به طرف قبیله خود می آمد، به طرف همون مردمی که به سوی یزو فرستاده شده بود می آمد و ادعای نبوت خدا برای مردم می کرد و برای مردم می گفت که او مردم، ما از جانب الله فرستاده شدم، پیام الله را برای شما می رسانم، اینی پیام الله هست، به این عمل بکنین که تا سعادت دنیا و آخرت نصیبتان شوه. پس سوال اینجا پیدا بشه که من نمی انسان چی قسم شناسایی بکنم، که آیا نمی انسان واقعا راست میگه و آیا یک دروغگوی است. چرا تفکیک در او وقت زمان دیگه کار آسان و ساده ای نبود، به جهت از اینکه سلسله نبوت و رسالت ادامه داشت، وقتاً فوقتاً برای بشریت الله رب العزت انبیاء را می فرستاد. پس آیا زمانی که الله رب العزت انسان را به خاطر نبوت و رسالت انتخاب می کنه و او را برای بشریت می فرسته، آیا به خاطر اثبات نبوت و رسالت از او هم کدام علامه، کدام نشانه، کدام حجت، کدام دلیل هم امرای از اون میفرسته که تا او باید نشانه، باید علامه و باید دلیل نبوت و رسالت خود برای مردم ثابت بسازه دیگه؟
و اگر دلیل نباشد اگر هر کس از پیش خود صاحب ادعا میکنه که من نبی هستم من پیغمبر هستم و هر کس از شکم خود گفته میره و به اصطلاح دلالت و گمراهی و هدایت و فلاح و رستگاری اصلا معلوم نمیشه که چی هست. از حکمت الله جل جلاله تقاضا کرده که تا انسان ها را توسط انبیاء علیهم السلام راهنمایی بکنه تا برای بشریت در روز قیامت برای هیچ کس حجت باقی نمانه که یا الله هزی امتحانی که ما را در این دنیا آورده بودی آگاه نبودیم. رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل. انبیاء علیهم السلام فرستاده های الله رب العزت بیمدهنده هستند کسایی را که استکبار میکنند، بشارت دهنده هستند و جنت کسایی را که طاعت و فرمان برداری میکنند. لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل، که برای هیچ انسان بعد از بعثت انبیاء علیهم السلام حجت و دلیل باقی نماند. از برای خاطر امروز هم در رابطه با یکی از موضوعات دیگر از موضوعات نبوات و یا آن چیزی که متعلق به ایمان ما به انبیاء علیهم السلام میشه ما و شما سخن میگیم برادر اسلام، و هدف ما در حقیقت عبارت از امون معرفت و شناخت انبیاء علیهم السلام و آن چیزی که ایمان ما به انبیاء علیهم السلام تقاضا میکنه. هدف هم همی بوده که تا در باب عقیده ما در رابطه با او معلومات کافی داشته باشیم. و شک نیست که یکی از چیزهای دیگر که ما در رابطه با انبیاء علیهم السلام ایمان داشته باشیم، بر علاوه از اینکه در خطبه های گذشته ما این را بیان کردیم، در رابطه با صفات انبیاء علیهم السلام، در رابطه با تعریف انبیاء علیهم السلام، در رابطه با برتریت انبیاء علیهم السلام، یکی از چیزهای دیگه قرآن مجید برای ما شما در رابطه با انبیاء علیهم السلام بیان میکنه و زمانی که قرآن بیان میکنه ایمان آوردن به او از جمله جز ایمان ما به انبیاء علیهم السلام می باشه. یکی هم معجزه های انبیاء علیهم السلام است، معجزه های انبیاء علیهم السلام. پس به این خاطر ما هم خواستم که خطبه امروز در رابطه با خود مسئله معجزه تخصیص بدیم که معجزه یعنی چی، چرا الله رب العزت برای انبیاء علیهم السلام معجزه می ده، آیا معجزه همه یک نوع هستند و یا انواع مختلف دارند، شروط معجزه چی هست، آیا معجزه امکان پذیر هست و یا امکان پذیر نمی باشه، و مردم در مقابل معجزه های انبیاء علیهم السلام چی مواقف اختیار می کنند، و آیا به نام کلمه معجزه ما در قرآن مجید کدام کلمه داریم و یا نداریم، و یا ای که تعبیرات قرآن مجید از معجزه و تعبیرات دیگه می باشه، و ای که ما ایره چرا امروز به نام معجزه یاد میکنیم، و یا علمای علم عقیده در باب نبوات زمانی که از جمله مسائل ذکر میکنند یکی هم عبارت از معجزه می باشه. از جمله مسائل هست که الله رب العزت ما و شما را توفیق بده در رابطه با او صحبت میکنیم، و از جمله مهمترین صحبت هایی که امروز انشاءالله تعالی صورت بگیره فرق بین معجزه و بین آن چیزی که ما از برخ انسانهای دیگر میبینیم، فرق بین از اینها چی میباشه، و یا همه از اینها یکسان هستند و یا از هم دیگر فرق دارند. پس به اساس متوجه باشیم برادر اسلام که هر زمانی که الله رب العزت انبیاء علیهم السلام میفرسته و شک نیست که انبیاء علیهم السلام همشان برگزیده های الله رب العزت هستند. قبل از اینکه در رابطه با معجزه براتون صحبت بکنم بیاین در حیات و زندگی خود یک نظر اندازی میکنیم. به طور مثال در حیات و زندگی دیپلماسی امروز ما و شما یکی از روانده هایی که در نظام های سیاسی و یا حکومت ها دولت ها وجود داره برادر اسلام، یکی هم این است که به جهت از اینکه دولت ها با هم دیگر در ارتباط باشند، در رابطه با مصلحت ها، در رابطه با اموری که به اونا مربوط میشه، شک نیست که هر کشور و هر دولت یک نماینده خود در یک کشور دیگر میفرسته، و این نماینده ها را ما به نام سفیر، سفرا و یا یکی به اصطلاح کسایی که از یک کشور در کشور دیگر نمایندگی میکنن ما شما یادش میکنیم دیگه. پس هر زمانی که یک نفر از یک کشور به یک کشور دیگر من حیث نماینده میره،
آیا امکان داره که هر باشنده افغانستان ما تو به طور مثال بره در مالیزیا و بگه که من نماینده افغانستان هستم، از افغانستان نمایندگی میکنم؟ امی حکومت مالیزیا اولین چیزی که از ما میخواه عبارت از چیست؟ عبارت از یک سند هست که ثابت بسازه که واقعا من نماینده افغانستان هستم. و اگر در افغانستان چقدر نفر زندگی میکنم؟ ماشاءالله نفوس ما به 30 میلیون میرسه دیگه. ولیکن مالیزیا که ده قبول میکنه اونمو کسی که بهش سند داشته باشه که سندم سند قوی باشه، مکتوب باشه، سند باشه، مهر باشه، امضای باشه، کل از این تاییدات وجود داشته باشه که تا اونمو کشور مالیزیا اینمی انسان من حیث نماینده افغانستان در خاک خود قبول میکنه. این روند حیات و زندگی دیپلماسی ما و شما در این دنیا هست و شک نیست که ما دو جهان داریم برادر اسلام. یکی از خصوصیت ها و ویژگی های که الحمدلله ما و شما مسلمان ها داریم، یکی هم این است که ما به این یقین کامل داریم که بغیر از این جهان کائنات یک جهان کائنات دیگه هم وجود داره. بغیر از این مخلوقاتی که ما میبینیم مخلوقات دیگه هم هست که الله رب العزت خلقش کرده و پیدایش کرده و ما و شما نمیبینیمش. پس به این شکل که از افغانستان یک نفر من حیث نماینده در کشور مالیزیا میره با خود یک سند می داشته باشه، مهر و امضای همه چیز دولت که هست که تا قناعت کشور مالیزیا را فراهم بسازه که اینمی نماینده افغانستان است، برادر محترم باش. پس متوجه باشین که هر زمانی که الله رب العزت هم از جهان دیگه از عالم غیب انسان را اختیار میکنه و او را برای بشریت میفرسته و او را مکلف میسازه که بشریت از او جهان خبر بده، نماینده از او جهان است برادر اسلام. پس متوجه باشه که نماینده از او جهان هم ضرورت به این داره که یک سند داشته باشه دیگه، یک دلیل داشته باشه که ما قبولش بگه واقعا تو از اونجا آمده ای یا از پشت کوه خیسته ای، از دشت و بسلا دریا آمده ای. پس به این اساس متوجه باشین که الله رب العزت زمانی که انبیاء علیهم السلام می فرسته به خاطر تصدیق از اونها سند هم برای موش مرایی می کنه و سند هم مطابق از امون دنیا دیگه. اگر در این دنیای ما شما به اصطلاح سند در حقیقت عبارت از اون مکتوب باشه، عبارت از اون مهر باشه، عبارت از اون امضای باشه که کشور مالیزیا به او اعتراف داره و هر زمانی که اعتراف به اصطلاح در آن چیزی که بود و دید و قناعتش حاصل شد خلاص. اما جهان دیگه جهان غیب است برادر است. پس سندی که از جهان غیب باید داده میشه غیر سندی هست که ما در این دنیا با او تعامل داریم. از حکمت الله جل جلاله تقاضا کرده برادر اسلام که تا به خاطر بعثت انبیاء علیهم السلام و فرستادنشان و شناخت انبیاء علیهم السلام و تصدیقشان و ایمان به انبیاء علیهم السلام و معیار انکار انبیاء علیهم السلام در حقیقت عبارت از اینمی نشانه، اینمی علامه، اینمی بینه، اینمی سند، اینمی دلیله که ما به نام معجزه مسمایش میکنیم برای انبیاء علیهم السلام داده شوه که تا هر زمانی که نبی و پیغمبر معجزه خود، نشانه خود، سند خود برای مردم نشان داد و بعد از او اگر کسی سند قبول کرد شک نیست که پیرو نبی و پیغمبر مؤمن و مسلمان و کسی که سند انکار کرد شک نیست که کافر و بالاخره صف جدا میشه، صف این زمین جدا میشه دیگه. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، یک گروهتان در جنت و یک گروهتان هم در جهنم. پس این تفکیک یکی میکنه اینم این سند میکنه برادر اسلام. پس به این اساس معجزه هم یکی از موضوعات هست که در باب نبوات و در باب ایمان آوردن به انبیاء علیهم السلام باید ما شما بدانیم و شک نیست که معجزه های انبیاء علیهم السلام به طور گوناگون در قرآن مجید برای ما شما به صورت فراوان ذکر شده و الحمدلله هر یک ما شما در رابطه با معجزه های انبیاء علیهم السلام، چی معجزه ابراهیم علیه السلام باشه، چی معجزه صالح علیه السلام باشه، سلیمان علیه السلام، داوود علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، پیغمبر آخر الزمان خود ما که بعدها و صدها معجزه را الحمدلله تا به حال شنیدگیستیم، ولیکن در رابطه با او فکر نکنید که معجزه یعنی چی و برداشت غلطی که از معجزه کردیم برادر اسلام. هر زمانی که یک امر خلاف عادت در عصر و زمان ما و تو هم به وقوع میپیونده بازورا میگیم یا معجزه هست دیگه. یکی از مشکلاتی که داریم یک امر خارق العاده، یک امر خلاف عادت به اصطلاح برآمده
او را میگیم چی شد؟ معجزه شد. نه برادر استم، متوجه باشن که معجزه خاصه انبیا علیهم السلام است. اطلاق کلمه معجزه بغیر از انبیا برای هیچ کس دیگه جواز نداره. اطلاق کلمه معجزه بغیر از انبیا برای هیچ کس دیگه جواز نداره. این معجزه تنها و تنها خاصه انبیا علیهم السلام میباشه. از جهت از اینکه ما معجزه را بشناسیم و برخی عوامل خارق العاده یا خلاف عادت که در عصر و زمان ما و شما به وقوع می پیونده ای را هم بدانیم، پس باید که ما معجزه را تعریف بکنیم، انواعش را بیان بکنیم و بعد از او فرق بین از این چیزها را بگوییم که تا این همی برداشت غلط و نادرسته که امروز اکثریت ما و شما داریم که اگر امر خارق العاده که به اصلاح به وقوع می پیم ولی میگیم هم چی شد؟ معجزه شد. به طور مثال صاحب در آسمان یک دفعه نام الله جل جلالهون ولی این معجزه شد. نو برادر، معجزه چیز است، امر خارق العاده و خلاف عادت چیز دیگه هست و بین از اینها باید تفکیک بکنیم. معجزه خاصه انبیاء علیهم السلام است. معجزه را بغیر از انبیاء دیگه هیچ کسی آورده نمیتاند و اطلاقش برای هیچ کس دیگه نمیشه. خب معجزه چی را میگن برادر است؟ اصل کلمه معجزه را زمانی که ما در زبان عربی مراجعه میکنیم، اصل کلمه معجزه از کلمه اعجاز گرفته شده و اصل کلمه اعجاز از کلمه عجزه گرفته شده و کلمه عجزه را همه ما شما میدانیم که به معنای عاجز است. عاجز یعنی چی؟ یعنی ناتوان، کسی که توانایی کار نداره. میگیم فلانی از رفتن به فلانی جای عاجز شد، یعنی ناتوان شد، یعنی رفتن نتانست. اما متوجه باشین که معجزه ناتوان شدن نیست، بلکه معجزه در حقیقت ناتوان کردن هست. یکی ناتوان شدن است که خود انسان ناتوان میشه، یکی ناتوان کردن است که جانب مقابل دیگه تو ناتوان میکنی، جانب مقابل تو نمیگذاری که آن عمل را که انجام بدی مطابق عمل تو عمل را انجام بده. پس کلمه معجزه است کلمه اعجاز گرفته شده و کلمه اعجاز به معنای ناتوان کردن معنا میده. و اینه چرا ناتوان کردن میگه این معجزه را؟ و جهت از اینکه انبیاء علیهم السلام امور خارق العاده را که برای بشریت میاره جهت سند، جهت یک دلیل، جهت یک حجت اثبات نبوت خود و صدق رسالت خود، متوجه باشین که هیچ انسان مانند از او را آوردن نمیتانه. تمام انسان ها در رابطه با او امر عاجز هستند. چرا عاجز هستند؟ و جهت از اینکه اگر انسان‌های دیگر هم مثل از او را آورده میتونند دیگه خلاص، دیگه فرق بین نبی و رسول و انسان دیگه چی شد؟ دیگه حتما باید سند وجود داشته باشه. باز به این خاطر است که الله رب العزت برای انبیاء علیه السلام ایتو سند میته، ایتو دلیل میته، ایتو حجت میته که دیگر انسان‌ها مانند از او را اصلا آورده نتانند و انسان‌های دیگر در رابطه با این سند عاجز میشن. پس زمانی که عاجز شدن، اینمی سند، اینمی دلیل، اینمی حجت در رابطه با انبیا به نام معجزه مسمایش میکنه. اما زمانی که ما معجزه را در علم عقیده در باب نبوات و یا ایمان آوردن به انبیا علیهم السلام تعریف میکنیم، متوجه باشین که تعریف معجزه در علم عقیده در حقیقت در برگیرنده شروط معجزه می باشه و هر یک از این بنود و یا بندهایی که در تعریف معجزه ما بیان می کنیم، هر یک از این شرط از شروط معجزه می باشه. معجزه رو علماء علم عقیده تعریفات مختلف کردن برادر است، و از خلال از این تعریفات که ما یک تعریف رو به اصطلاح بگوییم که در ذهن ما و شما بشینه، یکی هم همی است که معجزه یک امر خارق العاده می باشه، امر خارق العاده می باشه که به دست نبی و پیغمبر در وقت نبوتش جهت اثبات نبوتش ظاهر شده و دیگران از مثل از او عاجز و ناتوان می باشند. امر خارق العاده ای که به دست نبی و پیغمبر در وقت نبوت و رسالتش جهت اثبات نبوت و رسالتش ظاهر می شه و دیگرها به مثل آوردن از او عاجز می شن. این تعریف معجزه در حقیقت در علم عقیده هست برادر است. اما زمانی که ما در قرآن مجید مراجعه میکنیم، قسمی که بیشتر هم براتون یادآور شدم، به نام کلمه معجزه ما در قرآن کدام کلمه نداریم برادر اسلام. ولی که هیچ وقت به این معنا نیست که معجزه در رابطه با انبیا در قرآن ثابت نشده. نه، قرآن مجید از خود تعبیرات خاص خود داره و تعبیرات قرآن مجید به مراتب واضح‌تر و روشن است در رابطه با آن چیزی که ما به نام معجزه مسمایش میکنیم.
در قرآن مجید تعبیر از معجزه یا به آیه آمده یا به بینه آمده یا به برهان آمده و یا هم به سلطان آمده و هر چار یک از این معانی کلش دلالت به مود دلیل قوی و حجت قاطع میکنه که هر زمانی که یک انسان بخواد یک چیز ثابت بسازه، یک آیه، یک علامه، یک بینه، یک حجت، یک سلطان، یک برهان بر تو پیش میکنه که بالاخره جانب مقابل تو به کلی قناعتش حاصل بکنی. پس تعبیرات قرآن مجید در رابطه با معجزه متوجه باشین یا آیه هست، چنانچه عیسی علیه السلام زمانی که به طرف قوم خود فرستاده شد برای قوم خود گفت که اینی جئتکم بی آیت من ربکم، اینی جئتکم بی آیت من ربکم انی اخلق من الطین که هیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله. ما از جانب الله جل جلو با یک علامه و نشانه پیش شما آمدیم و علامه و نشانه چیست؟ اینمی علامه و نشانه است که معجزه خود بیان کردم که هر زمانی که ما پرنده ها را از گل می سازم و بعد او به او چف می کنم به اذن پروردگار علم به پرنده تبدیل می شود در هوا می ره. امر خالق داده است. ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات، ما برای موسی علیه السلام نو علامه و نشانه واضح و آشکار دادیم و این در حقیقت معجزه های نوگانه موسی علیه السلام می باشه. و زمانی که الله رب العزت با موسی علیه السلام در کوه طور کلام کرد و موسی علیه السلام به طرف فرعون فرستاد برای موسی علیه السلام، از اونجا برایش معجزه تعیین کرد. گفت معجزه اول در حقیقت عصایت از موسی بنداز و معجزه دوم تیسه که دستت در زیر بغلت کو بکش و مانند آفتاب واری روشن میشه. فزانی که برهانان من ربک، ای دو برهان هست از طرف پروردگارت به جهت چی؟ به جهت صدق نبوت و رسالت که ای موسی ما تو را فرستادیم، تو از پیش خود ادعا نکرده ای. و به عین شکل زمانی که ما در سوره ابراهیم علیه السلام مراجعه میکنیم باز پروردگار عالم از این معجزه به کلمه برهان برای ما و شما تعبیر میکنه. قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، انبیا برایشان گفتن، برای مردم، برای کسایی که نبوت و رسالتشان قبول نمیکردن، ما مثل شما وری بشر هستیم، انسان هستیم. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، ولكن الله رب العزه که خواسته باشه برای هر بنده خود که منت نبوت و رسالت بگذاره او میتونه. وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله، ما توانایی و قدرت نداریم که ما از پیش خود معجزه را بیاریم مگر با کی؟ مگر با اذن الله. پس متوجه باشین که معجزه از جانب الله رب العزت است. معجزه را نبی و پیغمبر خودش نمیاره، بلکه الله رب العزت معجزه را برای نبی و پیغمبر میده که تا نبی و پیغمبر نبوت خود، رسالت خود برای مردم چی بسازه؟ ثابت بسازه. پس آن چیزی را که الله رب العزت برای نبی و پیغمبر میده، متوجه باشین که هیچ انسان دیگر قادر به آن چیز نیست که الله رب العزت میده. چرا در باب افعال الله رب العزت ما به این ایمان داریم که آن چیزی که فعل الله رب العزت است، دیگه همه مخلوق از او فعل دیگه چی میباشن؟ عاجز میباشن. پس به این اساس تعبیراتی که ما در قرآن مجید در رابطه با معجزه داریم، تعبیرات به نام دلیل، حجت، برهان، سلطان و آیه و علامه و نشانه. و اما خود کلمه معجزه که در حقیقت یک امر خارق العاده می باشه که به دست نبی و پیغمبر ظاهر میشه، متوجه باشین که در این تعریف ما چند شرط داریم. تمام از این شروط در رابطه با معجزه باید متحقق باشه برادرستان. و هر زمانی که یکی از این شروط در معجزه متحقق نمی باشه، ما هیچ وقت او را معجزه نمیگیم. پس به این خاطر من پیشتر برتان گفتم که یکی از برداشت‌های غلطی که ما در رابطه با معجزه کردیم، ما امروز برخی از امور خارق العاده که سر میزنه او را هم ما به نام معجزه مسمی میکنیم، در حالی که معجزه خاصه یکی از خاصه انبیاء علیه السلام است. پس در شروط معجزه ما چند شرط اساسی داریم برادر استاد. اولی که معجزه یک امر خارق العاده باشه. خب این خارق العادهش میگه دیگه یعنی چی؟ اگه خارق العاده را نمیفهمیم، فوق العاده را خب میفهمیم. اگه فوق العاده را نمیفهمیم، خلاف عادت را خب میفهمیم دیگه. یعنی خدا بفهمانیم که این خارق العاده یعنی چی؟ یعنی خلاف عادت. کلمه خارق العاده، کلمه خارق از کلمه خرقه گرفته شده
و خارقه به معنای پاره شدن معنا میده. پس زمانی که ما میگیم خارق العاده، یعنی یک امر باشه که خلاف عادت ما تو باشه، خلاف آن چیزی که ما به او عادت کردیم، خلاف عادت ما یک امر به استاب میان بیایه که ما دیگه به او عادت نداریم. به چی معنا؟ شکل نیست برای الاسلام که همه این ماشما زمانی که باران میشه و از آسمان آب نازل میشه، همه ما شما به یه عادت کرده گیستیم که هر زمانی که ابر می آید، رعد می آید، برق می آید، به اصطلاح شمال می آید و بالاخره ابرها زخیم میشن، سیاه میشن، بعد از او باز از آسمان ما باران می آید و ما به این چیز عادت کردگی هستیم. اگر یک وقت و زمان ما در بیرو برایم و در آسمان توته ابر هم وجود نداره و آفتاب هم به ما خوب روشنی و نور خود به اصطلاح در زمین میتابه، یک دفعه از آسمان آب نازل شوه، از آسمان آب نازل شود، باران بباره، یا در نمی حالتی که آفتاب به مو حرارتش است، یک دفعه از آسمان برف بباره، یک دفعه از آسمان ژاله بباره، علمی خلاف عادت ما تو هست یا نیست؟ خلاف عادت است دیگه. ما خود ژاله زمان میباره، برف زمان میباره که هوا سرد شوه و بسا ابر شوه و دیگه شوه، ولی که زمانی که در آسمان صاف آفتاب روشن پر حرارت، یک دفعه از آسمان برف میایسته، ویسک نیست که خلاف عادت ما هست. و شرط معجزه هم یک اینمیست که امر باشه که خلاف عادت ما و شما انسانه، یعنی با آن چیزی که ما انسانها به او عادت کردگی هستیم، خلاف از او چی شد و خلاف از او ایجاد شد. به طور مثال برادر اسلام، ما شما به این عادت کردیم که هر زمانی که یک طفل به دنیا می آید، حتما و خامخواه باید که یک مرد با یک خانم ازدواج بکنند، آمیزش صورت بگیره و بالاخره حمل صورت بگیره و بعد از او به یک طفل در دنیا میاید. اما زمانی که یک طفل بدون آمیزش، بدون پدر و بدون از اینکه به اصطلاح مادر کوچکترین آمیزش بر مرد داشته باشه، یک دفعه در بطنش به اصطلاح اولاد پیدا میشه و به دنیا میاید، شک نیست این خلاف عادت ما تو هست نگه. همه ما شما به این عادت کردیم برادر اسلام که آتش یک چیز سوزنده هست، همه ما به این یقین داریم. اگر در آتش کاغذ هم مندازی می سوزانه، اگر در آتش دلار هم مندازی می سوزانه، آتش هیچ نمی یک ولی دلار هست نمی، کلش هم می سوزانه، عادت آتش همی هست. اما زمانی که ابراهیم در آتش انداخته می شه و سوختانده نمی شه، پس شک نیست که دیگه خلاف چی هست؟ خلاف عادت موتو هست دیگه. آتش می سوزانه ولی که ابراهیم ها نسوختان، که نسوختان پس ما توجه باشین که خلاف عادت هست. و شرط اساسی در معجزه متوجه باشین که خلاف عادت بودنش است، یعنی خلاف آن چیزی که انسان‌ها به طور عادی با امور کائنات عادت کرده گیستن، خلاف از او را نبی و پیغمبر بر ما چی بکنه؟ انجام بده. ولیکن متوجه باشین برادر اسلام که نمی امر خارق العاده یا خلاف عادت که گفتم، امر خارق العاده یا خلاف عادت این تنها خاصه انبیا نیست، بلکه کدام امر خارق العاده را ما معجزه میگیم؟ اونمو امر خارق العاده ای که به دست نبی و پیغمبر ظاهر شده باشه. و شرط دوم معجزه ایست که نمی امر خارق العاده به دست کسی ظاهر شده باشه که ادعای نبوت داره و ادعای رسالت داره. چرا این شرط گفتیم برادر اسلام؟ به جهت از اینکه باز هم تکراراً براتون میگم که انجام دادن یک امر خارق العاده این تنها خاصه انبیا نیست برادر اسلام. الله رب العزت جهان و کائنات ما و شما را که پیدا کرده، در این جهان و کائنات ما به میلیون ها میلیون قوانین گذاشتگی هست و ما با برخی از این قوانین آگاهی داریم برادر اسلام. پس هر زمانی که یک انسان با تپ و تلاشش، با علمش یا با هر چیز دیگه که باشه، زمانی که از اسرار قوانین دیگه از این جهان آگاه میشه و از او طریق برای ما و شما یک کار انجام میده، شک نیست که او هم برای ما و شما خلاف عادت است دیگه، او هم برای ما و شما خلاف عادت است. به طور مثال برادر اسلام، ما و شما به این عادت کرده گیستیم که تربوزهایی که ما میبینیم، این تربوزها همیشه یا مدور هستند و یا هم به اصطلاح بیضوی شکل میباشند. عادت ما همین هست دیگه، یعنی به این معنی که تربوزی را که ما مشاهده میکنیم یا تربوز مدور است مانند توپواری و یا هم تربوز بیضوی شکل است. اما زمانی که تو یک وقت میری یک تربوز میری که مکعب شکل، مکعب شکل چهار کنجه یا مستطیل شکل چهار کنجه، این خلاف عادت است یا نیست برادر اسلام؟ و امروز در جهان همین قسم تربوزها پیدا میشه دیگه. خب چرا پیدا میشه؟
و جهت از اینکه زمانی که علم زراعت پیشرفت کرد، تکنولوژی پیشرفت کرد، رفتن در رابطه با نباتات تحقیق کردن، در رابطه با چیزها تحقیق کردن، یکی را با دیگر به اصطلاح خلق کردن، سب از تربوز مدور ما تربوز مربع جور کردن دیگه. یک کدام گپ نیست، سنت الهی است که ما قوانین گذاشته دیگه. پس متوجه بشین که امر خارق العاده که زمانی که ما میگیم امر خارق العاده، این خاصه انبیا نیست، امر خارق العاده از هر انسانی میسن از سر بزنه. ولیکن ما کدام امر خارق العاده را معجزه میگیم؟ اونمو امر خارق العاده که با دست نبی و پیغمبر نازل شده باشه. پس به این خاطر ما براتون گفتم که هر زمانی که امور خارق العاده خلاف عادت ما میبینیم، نگوین که معجزه هست، بلکه بگین اگر امر خارق العاده هست، اگر امر خلاف عادت ما هست دیگه. و جهت از اینکه زمانی که ما معجزه میگیم، در شرط معجزه ایره داریم که به دست نبی و پیغمبر ظاهر شده باشه. اما این امور خارق العاده خب به دست نبی و پیغمبر ظاهر نشده، پدیده های طبیعت است. پروردگار عالم طبیعت پیدا کرده و به هر شکلی که بخواد به اصطلاح میچرخانش. و شرط دوم معجزه است که امر خارق العاده به دست کی باشه؟ به دست نبی و پیغمبر باشه. شرط سومش هم این است که در وقت نبوت و رسالتش باشه دیگه. پیش از نبوت و رسالتش هیچ وقت ما او را معجزه گفته نمیتونیم. به جهت از اینکه پیش از نبوت و رسالت ما نبوت و رسالت مبعوث نشدن. او ضرورت به این نداره که مردم را دعوت بکنه. نه، هر زمانی که نبی و پیغمبر به نبوت و رسالت مبعوث شد، بعد از او باز امر خارق العاده را پیش کرد و مردم از او عاجز شدن، باز این ما به نام معجزه یاد میکنیم. خب نبی و رسول چی وقت بر نبوت و رسالت مبعوث میشه؟ هر زمانی که الله رب العزت برایش وحی کنه، برو بر رسالت و نبوت مبعوث بگردانه، برو مکلف بسازه که برو برای طرف مردم. مثل که موسی علیه السلام در کوه طور و پیغمبر صلی الله علیه وسلم در غار حرا، یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر، ای کسی که زیر گلم خود پیچانی بخه، مردم خبر بکو، عظمت پروردگارت بیان بکو. وحی سماوی هست، مکلف میسازه در وقت نبوت و رسالتشان باشه. برادر اسلام، به دست نبی و پیغمبر در وقت نبوت و رسالت جهت اثبات رسالتشان هست. جهت اثبات رسالت به چی مانه؟ یعنی به این مانه که زمانی که انبیاء علیهم السلام به طرف انسانها فرستاده میشه، شک نیست که انبیاء همیشه از امو قوم فرستاده میشه که نبی و پیغمبر در بینشان زندگی کرده. الله رب العزت در قرآن مجید میفرماید که ما هیچ نبی و پیغمبر را نفرستادیم مگر به لسان قوم خودشان که بفهمندگان. ولی یک قوم به اصطلاح عربی صحبت میکنه، الله رب العزت یک نبی و پیغمبر را به زبان فارسی به اسلام ابوز بکنه دیگه، چی میفهمن؟ نه، از خود قوم که خوب بشناسشان. پس نمی نبی و پیغمبر زمانی که مبعوث میشه، شک نیست که برخی انسان ها از امو حیات و زندگی که با اونا سپری کردن، از صدقشان، از امانتشان، از راستیشان، از اخلاقشان، از همه چیزشان زمانی که اونا متعهد می باشن و زمانی که میای و میگه که من نبی و پیغمبر هستم، بدون کلام چون چرا بهش ایمان میاره و قبولش میکنه و آن چیزی که میگه او را در حیات و زندگی خود تطبیق میکنه. ولیکن همه انسان ها به این شکل نیستند برادر اسلام. برخی کسا در رابطه با انبیا شک میکنن، میگن تو چی دلیل داری که به اصطلاح نبی و پیغمبر هستی؟ بر ما دلیل نشان بده، بر ما نشانه نشان بده، آیه بیار. فأتنا بآية إن كنت من الصادقین، اگر تو واقعا فرستاده خدا هستی نشانه بیار. فرعون از موسی علیه السلام نخواست زمانی که موسی علیه السلام آمد و فرعون دعوت کرد و گفت که ما نشانه آوردیم، گفت اگر نشانه آوردی نشان بده بر ما دیگه، چی نشانه داری که تو فرستاده الله هستی؟ پس معجزه در وقت نبوت و رسالت باشه. چرا هر زمانی که امور خارق العاده قبل از نبوت و رسالت صورت میگیره، بازی را ما به نام اصطلاح دیگه یاد میکنیم که را به نام ارهاس مسمی میکنه. ارهاس پیشگویی را میگن. و این پیشگویی چرا این را ارهاس میگن؟ که نمی ظاهر شدن امور خارق العاده به دست یک انسانی که بعدا به نبوت و رسالت مبعوث میشه، این به اصطلاح پیشگویی به خاطر چی است؟ به خاطر نبوت. و این معجزه ما نمیگیم. به طور مثال شق صدر پیغمبر صلی الله علیه و سلم در خورترکی ما این معجزه گفته نمیتونیم. به طور مثال تکلم موسی عیسی علیه السلام در بطن ماده، در آغوش مادر، این ما معجزه نمیگیم، این ارهاس است. زنده کردن مرده بعد از مرگ، کور بینا کردن، به اسلام عرض پیش از شفا دادن، باز این معجزهشان است که در عهد زمان نبوتشان صورت گرفته. پس یکی از شروط معجزه ایست برادرستم که امر خارق العاده
جهت اثبات نبوت و رسالت در وقت و زمان رسالت و نبوتشان و جهت صدق نبوت و رسالتشان چی باشه؟ ظاهر شد. و آخرین شرطی که ما داریم در مقابل ازی امر خالق العاده که نبی و پیغمبر برای انسان ها آورده، کسی معارضه کردن نتانه، کسی مانند از او را آورده نتانه. چرا؟ اگر کسی مانند از او را آورد، او را دیگه نقص میکنه، او را که نقص کرد الله عیاذ بالله، اینه که نبوت و رسالتش نقص کرد دیگه. نبوت و رسالتش که نقص شد، پس هدف بعثت انبیاء علیهم السلام که الله رب العزت برای ما فرستاده بود، و هدف چی میشه؟ از بین میره. و الله رب العزت حکیم است، الله رب العزت عالم است، و الله رب العزت قادر به همه چیز است. او ذات هیچ وقت انسانی که به دروغ ادعای نبوت و رسالت میکنه، هیچ وقت او را در رابطه با این قسم معجزه ها تاییدش نمیکنه. برادر اسلام، معجزه جانب الله هست، و هر انسانی که ادعای نبوت و رسالت بکنه و برای تو معجزه نشان بده، متوجه باش که امر خالق العاده هیچ وقت صدق نبوت از او را بر ما چه نمیکنه؟ ثابت نمیسازه. به طور مثال مسیلمه کذاب در عهد و زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم، همه ما شما آگاهی داریم که در عهد و زمان پیغمبر دعوای نبوت کرده بود، مسیلمه کذاب، و چندین تا دیگه، حتی چندین تا زنها خیزن صاحب دعوای نبوت و رسالت در عهد و زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم. و زمانی که پیغمبر وفات کردن دیگه خلاص دیگه چاقوی از اینا دسته یافته، به هر یکشان خیزن صاحب دعوای نبوت و رسالت که در عهد و زمان ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، یکی از بزرگترین فتنه هایی که در مدینه منوره ایجاد شد، یکی همین می نبوت های دروغین بود که هر کس خیز و دعوای نبوت کرد. در رابطه با این واقعیت مسیلمه کذاب میایه برادر اسلام، که هم خواست که برای مردم معجزه نشان بده. دو روایت میایه، یک روایت شیست که مسیلمه کذاب میگه برای مردم که من نبی و پیغمبر هستم، و دلیل و یا نشانه نبوت و رسالت من ایست که هر زمانی که من در این چاه لعاب دان خدا پرتم، آب چاه چی میشه؟ زیاد میشه. لعاب دان خدا انداخت، آب چاه خشک شد بکلی، خشک شد بکلی. و در برخ از روایات میگه که شخص انسانی که بسیار چشمش نابینا بود و مسیلمه کذاب گفت که من چشم از این را بینا میکنم، زمانی که خواست چشمش بینا کرد، چشم دیگه کور شد. متوجه باشین که پروردگار عالم هیچ وقت کسایی که به دروغ ادعای نبوت و رسالت میکنه، هیچ وقت با این قسم معجزات رو تایید نمیکنه. معجزه جانب الله است، و الله انسان دروغگوی هیچ وقت تایید نمیکنه. پس به این خاطر که معجزه جانب الله است، هیچ کسی توانایی و قدرت آوردن به مثل از او را نداره. پس به این اساس زمانی که ما در رابطه با شروط معجزه صحبت میکنیم و معجزه های انبیاء علیهم السلام مورد بررسی قرار میدیم، شکی نیست که معجزه های انبیاء همه یکسان نیستن. برادر اسلام، هر نبی و پیغمبر از خود معجزه های خاصی داره. اول اینکه معجزه به چند قسم است، و دوم اینکه چرا معجزه های انبیاء علیهم السلام از یکدیگر مختلف هستند. معجزه را علماء علم عقیده متوجه باشند که از دو دیدگاه تقسیم بندی میکنند. یکی از دیدگاه خود معجزه که از توسط نبی و پیغمبر ظاهر میشه، و یکی از حیث زمانی او را تقسیم بندی میکنند. از حیث از اینکه معجزه توسط خود نبی و رسول ظاهر میشه، متوجه باشند که این معجزه به دو شکل است. یا معجزه حسی هست که ما مشاهدهش میکنیم میبینیمش، و یا هم معجزه عقلی و معنوی می باشه که ما نمیبینیمش، و که این عقلا ما میدانیم که چی می باشه، معجزه می باشه. یک نوع تقسیم بندی هست. تقسیم بندی دیگر معجزه را که میکنند از حیث زمانی میکنند، معجزه موقت و معجزه مؤبد. معجزه موقت به چی معنا؟ یعنی معجزه ای که متعلق به یک وقت و زمان هست، و وقت و زمانش که خلاص شد، معجزه هم خلاص میشه. و یکی معجزه مؤبد، یعنی معجزه جاودان هست که برای همیشه ادامه پیدا میکنه. یا به عبارت دیگر بگویم، برخی معجزه هایی هست که نبی و پیغمبر که وفات میکنه، بالاخره معجزه‌اش هم چه میشه؟ خلاص میشه، بعد از وفاتش ادامه پیدا نمیکنه. اما برخی معجزات هست که بعد از وفات نبی و پیغمبر هنوز هم معجزه‌اش چی داره؟ استمرار داره. پس در رابطه با نوع اول معجزه که ما حسی و عقلی گفتیم، برادر اسلام متوجه باشین که معجزه های تمام انبیاء علیهم السلام که الله رب العزت برای ایشان امور خارق العاده را جهت اثبات نبوتشان ظاهر کرده، معجزه های همه انبیاء علیهم السلام بغیر از معجزه پیغمبر صلی الله علیه و سلم، همش معجزه های حسی بوده. حسی به چی معنا؟ یعنی به این معنا که ما او را می دیدیم و مشاهده می کردیم و حس می کردیم و بشتا در تحت حواس ما داخل می شد.
به طور مثال معجزه ابراهیم علیه السلام براتون بیان کردم، ابراهیم علیه السلام در آتش انداخته شد، آتش ایشان نسوختند. صالح علیه السلام از کوه، از صخره یک شتر مادر را بسا چی میکنه؟ خارج میکنه، حسی است، مشاهده میکنه. موسی علیه السلام عصایشان، دستشان چیز حسی هست که ما تو مشاهده میکنیم. عیسی علیه السلام معجزه هایشان حسی و ما مشاهده میکنیم، به اصطلاح مرده ای را زنده کردن، پرنده را به اصطلاح چوف کردن پرنده جو شد، و کور نابینا را به اصطلاح چی کردن؟ شفا دادن، بینایی کرد. این کلش معجزه های حسی هست که ما مشاهده میکنیم، لیکن برخلاف معجزه پیغمبر صلی الله علیه و سلم که معجزه پیغمبر صلی الله علیه و سلم معجزه شان چی میباشه؟ معجزه قرآن میباشه. شک نیست که معجزه های به حد زیاد و پس دست پیغمبر صلی الله علیه و سلم ظاهر شده. علما زمانی که رو اصلاح جمع آوری کردن، حتی علما میگن که از هزار معجزه هم زیادتر به دست پیغمبر صلی الله علیه و سلم ظاهر شده. ولیکن آن چیزی که پیغمبر با این معجزه خود مردم را چلنج داده، نه تنها عصر و زمان خدا، حتی تا با قیام قیامت که انسان ها میایند با این معجزه چلنجشان داده، معجزه قرآن مجید است برادر اسلام. قرآن مجید از حیث حسی اگر ما نظر اندازی بکنیم کدام معجزه نیست دیگه، نه کدام معجزه نیست، یک کتابی هست، چند تا ورقی هست با هم دیگر به اصطلاح یک جای شدگی هست. اما آن چیزی که ما در رابطه با این قرآن معجزه میگیم، او معجزه عقلی میباشه. معجزه عقلی به چی مانه؟ یعنی به این مانه که اینمی کتاب که چند تا ورقی با هم یک جای شده، در حقیقت اتو الفاظ و کلمات هست که بشر با بشر و با جن که هم دست با هم یکی کنند، کوچکترین تغییر و تحریف در اینمی کتاب آورده نمیتونه. این معجزه عقلی هست برادر اسلام. و به عین شکل معجزه های انبیاء قبل از پیغمبر صلی الله علیه و سلم معجزه های موقت بود. عصای موسی علیه السلام با وفات موسی علیه السلام دیگه خلاص شد، دیگه اژدها رو جور نشد دیگه، و نه او دست به اصلاح روشن شد، و نه معجزه هایی که عیسی علیه السلام در وقت زمانشان کردن، بعد از اینکه الله رب العزت ایشان را برداشت دیگه، و معجزه خلاص شد دیگه. لیکن برخلاف معجزه پیغمبر صلی الله علیه و سلم که معجزهشان معجزه چی هست؟ ابدی میباشه. ابدی به چی معنا؟ یعنی به این معنا که تا وقت و زمانی که دنیا هست معجزه پیغمبر هم استمرار داره. و باز هم براتون میگم که این معجزه چی است؟ معجزه قرآن مجید است. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة، چلنج است و چالش میکشیناشان. اگر به شک هستین در آن چیزی که ما به بنده خود نازل کردیم کی از جانب خودش است، فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. کلمه لم در برگیرنده عصر و زمان پیغمبر است، مخاطبین اونمو مشرکین مکه هست که در مقابل از این قرآن میخیزن و میفتن که کلام خدا نیست. ولن تفعلوا ای تا به قیام قیامت چلنج است برای تمام انسان هایی که تا به قیامت میاین، که الله رب العزت برشان چلنج میتن که اگر شما قبول ندارین به مثل از این شما یک آیت یک نشانه بیارین. پس به اساس معجزه چی است؟ معجزه مؤبد است. خب سوال اینجا پیدا میشه که آیا برای نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در رابطه با معجزه های حسیشان هم ما کدام معجزه مؤبد و دائمی داریم یا نداریم، یا ای که معجزه های حسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم با وفاتشان این معجزه ها هم چیش ده خلاص شده؟ نه، الله رب العزت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم که فرستاده برادر است، متوجه باشین که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فضیلت ها و برتریات های به حد زیاد داده است. شک نیست که یکی از معجزه های نبی اکرم صلی الله علیه و سلم که قرآن مجید هم برای ما شما بیان میکنه و یک سوره مکمل به نام از این معجزه پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما شما در قرآن ثبتش میکنه، معجزه شق القمر میباشه برادر اسلام. و ما یک سوره کامل در قرآن مجید به نام سوره القمر داریم، و قمر در زبان عربی مهتاب میگن. خب چرا اینو به نام قمر مسما کردن؟ به جهت از اینکه یکی از معجزه های پیغمبر صلی الله علیه و سلم بوده که قرآن مجید هم برای ما شما بیان کرده که اقتربت الساعه وانشق القمر، قیامت نزدیک شده و مهتاب شق شده. و
از زمانی که شق شدن مهتاب ما مورد مطالعه و بررسی قرار میتیم، شک نیست که یک روز مشرکین با هم شیشتن و کلا با کلا شدن و گفتن که والا این کسی که به اصلاح به خداهای ما میایه و توهین میکنه و ما را به اصلاح به زندگی ما آرام نمیمانه و ما را به طرف خدای واحد و یگانه دعوت میکنه، شک نیست که ساحر و جادوگر است. این خواست پیش خود همه چیز میگه. بیاین این یک امتحان بکنیم، امتحان بکنیم که شکستش بدیم. کلا با کلا شدن و گفتن خب چی بکنیم؟ گفتم این سیر و جادو که هست، سیر و جادو که هست در دنیای ما و شما، در این دنیا به اصطلاح تأثیرات خدا داره، این سیر و جادو دیگه در آسمان اینجا دیگه تأثیر کرده نمیتانه. گفتم بیا یک چیز از آسمان ازش میخواییم. بالاخره آمدن پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم و گفتن که تو دعوای نبوت و رسالت میکنی، به ما یک نشانه و علامه نشان بده که تو فرستاده خدا هستی و جانب الله فرستاده شدی. چی میخواین؟ مهتاب به شب بدر بود و بالاخره به طرف مهتاب اشاره کنه که اینی مهتاب برای ما شق بکن. مهتاب برادر استم، مهتاب ما امروز مانند یک توپ میبینیم، به جهت از اینکه مسافه بین ما و بین مهتاب به میلیون ها کیلومتر فاصله وجود داره، ولیکن این مهتاب تقریبا چیز کم مانند کره زمین ما و تو هست. اگر خدا ما و تو را توفیق بده که در مهتاب بریم، باز اونجا میبینه که مهتاب مثل زمین ما و تو واره هست، باز در اونجا زمین ما و تو مثل مهتاب واره معلوم میشه. هر زمان که آفتاب به زمین ما میتاب، باز ما این از زمین خودم مثل مهتاب باری میبینیم. اینی مهتاب شق کو برای من، یعنی شق کردن مهتاب خلاف عادت است برادر اسلام دیگه. خب اگر شق کردم ایمان میاریم، چرا ایمان نمیاریم؟ بالکل قبولت میکنیم. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم به طرف مهتاب اشاره کنه و باذن الله رب العزت زمانی که به طرف مهتاب بردن با انگشت سبابه اشاره کردن و همه طور که کردن، مهتاب مکمل دو شق شد و به چشم سر خود مشاهده کردن که یک شقش به طرف یک قلایکو و شق دیگرش به طرف دیگر قلایکو، سم صفا مشاهده کردن. لیکن هدف از اونا ایمان آوردن نبود برادر اسلام، هدف از اونا تعنت بود، تکبر بود، استکبار بود. چرا؟ اگر هدفشان ایمان آوردن می بود، به مجرد که دیدن باید که ایمان می آوردن، ولیکن هدفشان چون تکبر بود و زمانی که معجزه ثابت شد، بالاخره با یک دیگر گفتن نه والا هی آدم خو سیرش قدر قوی هست که عین در آسمان هم تأثیر داشت، ما را چشم بندی کردی، این مهتاب خوشق نمیشه دیگه، ما را چشمای ما را بند کردی، خیلی تو باش که بند مردم ها سایب از شام و سوریه و دیگر جایی که هستن در مکه بیاین که ما پرسان بکنیم که دمه تو یک شام و تشریف مشاهده کردی یا نکردی. میبینیم برادر اسلام که کل از این چیزها را الله رب العزت برای ما شما بیان می رفت از در اطراف و اکناف مکه مکرمه و بالاخره شش تن زمانی که قافله ها آمدند و قبل از اینکه قافله ها برسن در مکه و از این واقعه خبر شوند، زمانی که از اونها پرسیدند، اونها هم به این شهادت دادند که آم یک شب ما در صحرا بودیم و دیدیم که مهتاب نمی قسم شق شد، هنوزم قبول نکردند. گفتند نه والا سحر از این قدر قوی هست که حتی مردم ها را در شام و سوریه هم چقدر جادو کرد. افهم که الله رب العزت در جواب از اینها چی میفرمایه؟ اقتربت الساعت و انشق القمر و این یرو کل آیت یعرضوا و یقولوا سحر مستمر. هر نشانه و هر علامه ای که ببینن اعراض میکنن و میگن که یک سحر مستمر و دوامدار هست که حتی کل جهان چقدر در پیش گرفت. پس متوجه باشیم برادر اسلام که این معجزه شق القمر که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم به امر الله رب العزت برای بشریت نشان داد، این در حقیقت یک معجزه حسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که تا ما امروز با چشم سر این معجزه حسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشاهده بکنیم. ما همیشه این را بیان میکنیم برادر اسلام، پیشرفت ترقی تکنولوژی که امروز ما شاهد از او هستیم، که روز به روز آنقدر پیشرفت و ترقی در سطح تکنولوژی در عرصه‌های مختلف، چه در فضا، چه در زمین، چه در انسان، چه در حیوان، چه در نبات، چه در ابحار، ای اکتشافات بی حد زیاده که توسط از ای اکتشافات و تکنولوژی معاصر ما صورت میگیره و ما و شما را حیرت زده کرده و بالاخره برخی ها را به ای واداشته که گویا 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 بگن که خلاص دیگه عصر و زمان از ای قرآن خلاص شد دیگه، حالا عصر و زمان علم و پیشرفت و ترقی است دیگه، ای قرآن بر ما بکار نمیه. متوجه باشین که کل از ای پیشرفت و ترقی فقط به ای خاطر است که حقایق قرآن مجید یکی پای دیگر بر ما تو واضح شوه و برای ما و شما هیچ حجت باقی نمانه که قرآن از جانب الله رب العزت است. الله رب العزت در قرآن بر ما خبر داد که اقتربت الساعت و انشق القمر
قیامت نزدیک شد و مهتاب شق شد و در او وقت و زمان هیچ گونه اثر از این تکنولوژی معاصر ما وجود ندارد. زمان تکنولوژی پیشرفت کردن، یکی از تحقیقاتشان تحقیقات فضایی بود برادر اسلام، و جمله نزدیکترین کائنات فضایی که در زمین ما اتو می باشد، نزدیکترین از این کائنات فضایی نمی مهتاب هست که جز زمین ما اتو می باشد، نزدیکترینشان. وگرنه شما در این آسمان اگر ما بریم، خداوند می داند که چه حالت می باشد. نزدیکترین کائن فضایی ما و شما این همین مهتاب، زمانی که در رابطه با این همین مهتاب تحقیقات انجام دادند، توسط سفینه های فضایی که به اسلام می فرستادند و بالاخره در رابطه با مهتاب از توسط اقمار صناعی تحقیقات کردند، بالاخره در رابطه با تحقیقات این همین را خودشان دریافتند که نمی مهتاب، این همین کره ای که ما و شما می بینیم، این همین کره من حیث کره یک رده ای به دور از اسلام دیده میشه، یعنی به این معنی که یک رده مستقیم به صورت دور مهتاب دیده میشه. تحقیقات ادامه دادن تا بالاخره قبل از این کنها در رابطه با قرآن بفهمن، خودشان به اصطلاح ایره گفتن من از خلال نظریات که حتما و خامخواهی مهتاب در یک زمان شق شده و بعد از این که دوباره با هم پیوند شده، با اینمی پیوند شدنش بالاخره اینمی رده به دور مهتاب چی شده ایجاد شده. مثل ما شما پیوند میکنیم، من برادر استم درخت پیوند میکنیم، زمانی که پیوند میکنیم حتما در پیوندی از او رده شما میبینیم دیگه، یا یک جای موتو قطع میشه، هر زمانه که دو پست با هم یک جای میشه ردیش حتما میبینیسه 40-50 سلامتی جا باز نواسه تا میگه والا این جایی که ما یک روز در کار زهی این رده رو میبینه. پس متوجه باشین که الله رب العزت به خاطر معجزه حسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم مهتاب امروز بر ما قرار داده که ما امروز با چشم سر به اصطلاح ایران مشاهده بکنیم و به یقین بکنیم که معجزه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بوده. پس به این اساس متوجه باشین که معجزه در حقیقت عبارت از نمون نشانه و علامه و سند هست که الله رب العزت برای انبیاء علیهم السلام جهت اثبات نبوت و صدق نبوت شان میده. ولیکن آیا مردم در رابطه با این اثبات معجزه انبیاء علیهم السلام همشان ایمان میارن؟ شک نیست که نه. برخی ها زمانی که معجزه را میبینند ایمان میارند بدون چون و چرا، مانند ساحرای موسی علیه السلام، ساحرای فرعون که با موسی علیه السلام مقابله کردند. فرعون معجزه موسی علیه السلام دید، مشاهده کرد، ولیکن ایمان نیاورد، اعراض کرد، گفتی سحر و جادو هست، من ساحرها را جمع میکنم. ساحرها را همه جمع کردند. زمانی که ساحرها معجزه موسی علیه السلام مشاهده کردند بدون چون و چرا در مجلس به اصطلاح سحر و جادو و مسابقه صاحب ایمان آوردند و سر ماندن، گفتند به الله واحد و یگانه ایمان آوردند. ولیکن یک تعداد مردم هستند که در مقابل معجزه انبیاء علیه السلام مخالفت و معارضه میکنند. قسمی که آیه قرآن مجید برای ما گفت که و این یروا کل آیه یعرضوا و یقولوا سحر مستمر. هر آیت و هر نشانه و هر علامه که بر اینا نشان بدی بگنی سحر است و جادو هست و اعراض میکنن و قبولش نمیکنن. و یک تعداد دیگر صفای قلبشان در رابطه با انبیاء علیهم السلام، قسمی که پیشتر براتون گفتم، اونا اصلا معجزه‌ای نمیخواین، به مجردی که به اسلام میبینن که نمی انسان که در بین ما زندگی کرده صادق است، رازگوی است و حقیقت میگه، بدون از اینکه معجزه از او مطالبه کنه به ایمان میاره. خدیجه الکبرا ام المؤمنین، اولین انسان و اولین زنی که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایمان آورد، زمانی که پیغمبر از غار حرا آمد آیا گفت که معجزه نشان بده؟ ابوبکر صدیق زمانی که پیغمبر برایش گفت آیا ابوبکر صدیق از پیغمبر معجزه خواست؟ نه برادر استم. پس متوجه باشین که معجزه به خاطر یک سند هست که الله رب العزت برای انبیا میته که تا برای هیچ کس حجت باقی نمونه. به این خاطر است که بعد از اظهار معجزه هر کسی که انبیاء علیه السلام انکار میکنه متوجه باشن که انکارشان کفر است و این همین جاست که صف جدا میشه، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. این از همین جا چی میشه؟ جدا میشه. کسایی که پیروان نبی انبیاء شدند، نبوتشان را قبول کردند، دعوتشان را قبول کردند، حیات و زندگی خود مطابق احکام از اونها کرده بودند، عیار ساختند، شک نیست که فریق فی الجنت میشه. کسایی که اعراض کردند، دروغ پنداشتند، سحر پنداشتند، دیگه پنداشتند، شک نیست که صفشان جدا میشه و فریق فی السعیر میشه. پس به این اساس قسمی که براتون گفتم برادران، معجزه امر خارق العاده هست که به دست نبی و پیغمبر ظاهر میشه. خب آله امور خارق العاده به دست دیگر انسان ها هم ظاهر میشه یا نمیشه؟ امر بسیار مهمی هست که با کمال تاسف اکثریت در رابطه با او فکر نمیکنه. ما امور خارق العاده دیگه هم داریم که اگر ما در کتاب های عقیده مراجعه بکنیم متوجه باشیم که امور خارق العاده را بعد از تبندی های
چند بر ما تقسیم میکنند. یک نوع امر خارق العاده را به نام کرامت مسمى میکنند برادر استم. یک نوع دیگر امر خارق العاده را به نام استدراج مسمى میکنند. و نوع دیگر که پیشتر براتون گفتم به نام ارهاس مسمى میکنند. و نوع دیگر امر خارق العاده را به نام معونت و نوع دیگرش هم به نام اهانت. امر خارق العاده هست به نام اهانت مسمى میکنند. چرا؟ به جهت از اینکه امر خارق العاده قسمی که من گفتم این خاصه انبیا نیست، بلکه امر خارق العاده که به دست نبی و پیامبر شو را ما و شما معجزه میگیم. پس فرق بین کرامت و بین معجزه چی میباشه؟ فرق بین معجزه و بین استدراج که یک امر خارق العاده میباشه چی میباشه؟ پس این همه جمله امور ضروری است که تا بین از این چیزا ما تفکیک بکنیم. شک نیست که کرامت ما و شما هم شنیدگی استیم و بالاخره میدانیم که کرامت هم در حقیقت یک امر خلاف عادت است دیگه، که از یک دست یک انسان با تقوا و پرهیزگاری که پابند احکام دین هست، الله رب العزت در دست از او به اصطلاح امر خارق العاده را چی میکنه؟ نشان میده. ولیکن با کمال تعصب زمانی که امروز اکثریت ما در رابطه با این امور خارق العاده فکر نکردیم و ما ایتو فکر کردیم که گویا امر خارق العاده و خلاف عادت از دست هر کسی اگر ظاهر شد، او انسان حتما یک انسان جای رسیده هست، او انسان حتما انسان هست که به خدا نزدیک است. چرا که به خدا نزدیک نمی بود و دوست خدا نمی بود، پس چطور یک امر خارق العاده از دست از او ظاهر شد؟ در حالی که بیچاره نمی فهمه که امر خارق العاده ای خاصه یک انسان با تقوا و پرهیزگار نی، از یک انسان فاسق، از یک انسان کافر، از یک انسان منافق، از یک انسان هندو، از یک انسان ملحد هم میشه که امر خارق العاده صادر شه برادر اسلام. پس مشکل ما در کجا هست؟ مشکل ما در اینجاست که زمانی که ما امور خارق العاده را از برخ انسانها به نام کرامت مسمى میکنیم و هر زمانی که کرامت ما به اولیا نسبت میدیم و شک نیست که کرامت حق است و این امور خارق العاده را حتی قرآن مجید بر ما ثابت کرده و در عصر و زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم و در عصر و زمان انبیای دیگر ما این چیزها را داریم و دیدگیستیم و روایات داریم، انکارش نمیکنیم. ولیکن هیچ وقت به این معنا نیست که امر خارق العاده زمانی که اگر انسان فاسد، انسان ملحد، انسانی که بسیار سرش به سجده خم نمیشه، باز ما رو وره هم بگیم که بسیار ولی خداست، دوست خداست، سب بریم پشت از دوره چی کنیم بگیریم. پس کرامت از تکریم گرفته شده به معنای اعزاز، به معنای اکرام. و اینه چرا کرامت میگیم؟ به جهت از اینکه نمی انسان با تقوا و پرهیزگار که با پروردگار خود یک رابطه بسیار صاف و پاکیزه داره، الله رب العزت به دست از این برخ امور خارق العاده را چی میسازه؟ ظاهر میسازه. به طور مثال اگر ما در عهد و زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم، در عهد و زمان اصحاب پیغمبر اگر مراجعه بکنیم، واقعه عمر رضی الله تعالی عنه را همه ما شما میدانیم. عمر رضی الله تعالی عنه خلیفه دوم مسلمان ها در یکی از روزهای جمعه مانند امروز خطبه میدادن و در خلال خطبه ناگاهان خلاف عادت یک دفعه صاحب صدا کردن که یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل. ساریه یکی از قماندان هایشان بود که به خاطر جهاد ایشان فرستاده بود. در سر خطبه این ساریت الجبل، ساریت الجبل، مردم حیران بودن که امیرالمومنین چه گفته؟ رئیس ساریه کجا و جبل کجا و چی میگه؟ زمانی که پس پایان شد از خطبه و مردم در رابطه با این پرسان کردن، عمر رضی الله تعالی عنه فرمودن که من ساریه را دیدم که در یک کمین دشمن گرفتار بود و من از اینجا قماندهش کردم که ساریه به طرف جبل برو، به طرف کو برو که تا از کمین دشمن چیکنی نجات پیدا. و ساریه در اونجا آواز عمر رضی الله تعالی عنه را میشنوه، بدون از اینکه این وسایل تکنولوژی امروز ما که در حقیقت مخابره هست و فلان است و بلان است دست است باشه راستن مستقیما. بسی خلاف عادت است یا نه برادر اسلام که یک نفر از سر منبر صدا بکنه این در جلال آباد صدای شنیده شوه؟ بسی کرامت است. بس متوجه باشن که فرق از بین کرامت و بین معجزه در چند چیز. اول اینکه کرامت از دست انسان سر میزنه که تقوا داشته باشه، پرهیزگاری داشته باشه، به احکام الهی پابند باشه. و شرط کرامت ایست که هر زمانی که کرامت از ولی خدا ظاهر میشه، کرامت خدا بپوشانه، ظاهرش نکنه، از کرامت تجارت جور نکنه برادر اسلام. از کرامت که تجارت جور شد، باز این انسان فاسق میشه. معجزه به خاطر اثبات نبوت نبی و رسول است، اما کرامت به خاطر امتحان ولی می باشه که الله رب العزت امتحانش میکنه که آیا در رابطه با این کرامت تقرب خدا به الله بیشتر میکنه و یا ای که از تقرب الله فاصله میگیره، به خاطر امتحان ابتلا می باشه.
و نوع دیگر امر خارق العاده را استدراج میگن برادر هستم. استدراج میفهمین که چیه؟ استدراج میگه امر خارق العاده است، خلاف عادت است. ولیکن بعد از اگر انسان فاسق، فاجر، ملحد، کافر، بدین این امور چی میشه؟ ظاهر میشه. همه ما شما با دجال آشنا هستیم برادر هستم. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم میفهمین که بدترین مصیبتی که در روی زمین از وقت و زمانی که الله خلقش کرده تا وقت و زمانی که از بینش میبره از مصیبت دجال کده دیگه مصیبت بالاتر در روی زمین وجود پیدا نمیکنه. بدترین مصیبت ها. و به می خاطر است در یکی از دعاها که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم ما شما را تعلیم میده در دعای خود یکی ما همین میگیم که اللهم اینی اعوذ بک من فتنه المسیح الدجال. از فتنه مسیح دجال به تو پناهی بر. از یکی بزرگترین مصیبت است، از این مصیبت که الله نجات داد از دیگه مصیبت ها خامخان نجات. این می دجال چی میکنه؟ این دجال امور خارق العاده میکنه برادر صاحب. آسمان میگه ببار، آسمان فرش میبارانه، زمین میگه برویان، صرف زمین میرویانه، میره صاحب در خوابه میگه گنج تا بکش، گنج تا پشتش میره. امور خارق العاده است. دجال کی هست؟ در ابتدا دعوای نبوت میکنه و بعد از دعوای اولویت میکنه و از خود جنت داره و از خود جهنم داره. پس این مسئله رو به این خاطر براتون میگم برادر سم که زمانی که ما بین امور خارق العاده که میشه به دست انسانهای فاسق هم ظاهر شوه ما شما تفکیک نکردیم. یکی از مشکلات ما ایست برادر سم که امروز ما شما برخی کسانی که به نام ملنگه ها مسمى میکنن، کسایی که بادیگاردهای مرده ها هستند، بادیگاردهای مرده ها به چی معنی قبرها را نگاه میکنن که مرده از قبر نگروزه، یا به اصطلاح ما شما به نام مجاور مسمایش میکنین. انسان هایی هستند که به صد فسق و فساد، الا ماشاءالله میشه نمیگم برادر اسلام، الا ماشاءالله به صد فسق و فساد، از مواد مخدر گرفته، از لواطات گرفته، از صد فسق و فجور دیگه گرفته مبتلا هستند. طهارت و پاکیزگی اصلا در اونا دیده نمیشه، از چتلی و مرداری بویش از یک کیلومتر بویش اذیتت میکنه. امروز برخ امور خارق العاده از دست اینمی قسم انسانهای به اصطلاح بیرا و فاسق ظاهر میشه. ما و تو انسان نادان و بیچاره که ما و تو هم الله واحد و یگانه را میمانیم، میریم از اون مرده بیچاره استقانش شور میتیم. بازی انسان فاسقی که به اصطلاح بادیگارد مرده هست، این هم به اصطلاح یک امر خارق العاده را که نشان داد، تو میگه والا هست و نیست، اینمی هست دیگه، ولی خدا خو اینمی هست، جا رسیده خو اینمی هست دیگه، خلاص دست و پایش بوسه کسیم نوبت نمیرسه. مشکل ما در کجا هست برادر اسلام که ما نفهمیدیم؟ ما این تو فکر کردیم که اگر امر خلاف عادت از هر کس که ظاهر شد او ولی خدا هست. نه برادر اسلام، گفتم اگر امر خارق العاده از هر کس ظاهر شده میتانه. الله رب العزت در این جهان و کائنات ما قوانین بی حد زیاد گذاشته که با برخ شهادت کردیم و برخ شهادت نکردیم دیگه. یک نفر میای سر در دیوال این قسمی بالا میشه، حالا دیوال بالا قسمی بالاشدن خلاف عادت ما تو از دیگه ما که را میریم خیلی قسمی را دستر خانا نمیریم. حال قانونش پیدا کرده دیوال بالا میشه. یک خودم یک خودم نیست که دوست خدا شد ولی یک خدا شد. و برادر اسلام جنید از جمله مشایخ است برادر اسلام، و در رابطه با اینمی مثلا اهل تصوف که در رابطه با این مسئله کرامت به حد غلو میکنن، به اندازه غلو میکنن که حتی به اصلاح کارشان به جای میکشه که حتی به خلاف آن چیز هست که دین و شریعت بره. اینمی جنید از جمله مشایخشان میگه اگر یک انسان را دیدی که در هوا پرواز میکنه، اگر انسان را دیدی که بالای آب میره و زمانی که در احکام شرعی پابندی نداشت، متوجه باش که انسان فاسق و دجال میباشه. مگس هم پرواز میکنه، مایه هم در هوا در دایی میره، این کدام اشکال نداره. ولیکن رسیدگی به الله متوجه باشین که به تقوی و پرهیزگاری میباشه. معیار تقوی ما و تو متوجه باشین که امور خارق العاده نیست، یکی از چیزهایی که ما اشتباه کردیم برادر اسلام. معیار تقوای انسان، معیار ولایت انسان، معیار ولی بودن یک انسان هیچ وقت در امور خارق العاده نمی باشه. معیار تقوا و ولایت یک انسان در چی می باشه؟ در پابندیش به احکام الله می باشه. گوش بدین که الله چی میگه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. متوجه باشین که دوستای الله کسایی هستند که هیچ خوف و ترس برای از اونها نمی باشه. خب اینا کی هستند؟ الذين امنوا وكانوا يتقون. بس کسایی که ایمان آوردن و تقوا پیشه کردن. کسی که ایمان داره و تقوا داره کرامت شرطش نمی باشه، ولیکن کسی که تقوا نداره امور خارق العاده رو برای ما تو نشان میده، ما او را هیچ وقت
ولی خدا گفتن نمیتونیم و یه جمله مشکلاتی هست که با کمال تاسف امروز ما شما شاهد از او هستیم. پس به یه اساس برادرستم این امور خالق قادری که از انسانهای دجال صورت میگیره به این چیزها هیچ وقت فریب نخوریم و هیچ وقت نگوییم که به انسان بسیار جایی رسیده هست، دوست خدا هست، ولی خدا هست، باز او هر چیزی که گفت باز تو رو عمل بکنی. نه، ما الحمدلله شریعت داریم، الحمدلله ما قرآن داریم، الحمدلله ما سنت داریم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما شما رو در دلالت گمراهی قرار نداده، در تاریکی و جهل قرار نداده، بلکه در روشنی خاص قرار داده. ترکت فیکم ما ان تمسکتم به لن تدلوا بعدی ابدا. سبحان الله. و شما چیزی را گذاشتیم که هر زمانی که با او چنگ بزنید هرگز گمراه نمیشین. کتاب الله، قرآن مجید که امروز الحمد و دست است مات است، و سنت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم که امروز علما او را چی کردن برای ما شما نگاه کردگی است. پس معیار قرآن و سنت است برادر اسلام، معیار تقوا و پرهیزگاری است، معیار هیچ وقت این امور خارق العاده نیست که ما تو چی میکنیم بیان میکنیم. بس استدراج امور خارق العاده است که دست یک انسان فاسق فاجر ملحد بدین ظاهر میشه دیگه. حالا دست از زایش نمیگن که پیشتا ولی و پیغمبر است دیگه. معونت چی را میگن؟ معونت هم یک امر خارق العاده است برادر استاد، که الله رب العزت به خاطر معونت یک انسان چی میکنه ظاهر میشه. به طور مثال ما شما میبینید سب یک طفل 4 ساله، 3 ساله، 2 ساله میره سب یک دفعه سب از منزل سوم چهارم سب طرف در زمین یک طفل، ولی که در زمین میفته هیچ چیز شام نمیشه. اگر یک چیز در منزل چهارم پارت سب گرد گرد میشه. بسی معونت الهی هست که با این انسان بوده. و شک نیست که قبلا هم شاید در این رابطه صحبت کرده باشم که یکی از ملائکه که الله رب العزت برای ما شما انسان ها مقرر کرده، ملائکه حفظه میگن، حفظه. و حفظه که از واجب شونید که نظمی قسم مصیبت ها ما شما را چی میکنن نگاه میکنن. و یکی را به نام اهانت میگن. اهانت چی نمیگن؟ اهانت در حقیقت و امر خارق العاده هست که به خاطر تحقیر و اهانت یک انسان چی میشه ظاهر میشه. قسمی که پیشتر در رابطه با مسلمه کذاب براتون گفتم، زمانی گفتم چشم از انسان به اصطلاح بینا میسازم، چشم دیگه شم چی شد؟ کور شد. کور شدن چشم از او یک امر خارق العاده بود، ولیکن به خاطر اهانت و به خاطر تحقیر از انسان بود که تمام فهمیم که چی است؟ کذاب است، دروغگوی است. و الله رب العزت هیچ وقت انسان کذاب و دروغگوی در رابطه با نبوت و رسالتش تصدیق نمیکنه. الحمدلله، الحمدلله، نحمده و نستعینه و نستغفره و نستهدیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معشر المسلمين، إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا كل آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. یکی از عناصری که در رابطه با ایمان آوردن به انبیاء علیهم السلام برای هر یک ما شما من حیث انسان مؤمن و مسلمان واجب می باشد، یکی هم ایمان آوردن به معجزات هست که الله رب العزت برای انبیاء علیهم السلام جهت صدق نبوتشان، اثبات نبوت و رسالتشان عطا کرده و او را در قرآن مجید برای ما شما بیان کرده و ثبت کرده. پس در هر یک از این معجزه های انبیاء علیهم السلام با ایمان آوردن به انبیاء بالای ما و شما واجب می باشه که ما به این معجزه هایشان هم ایمان داشته باشیم. شک نیست که زمانی که ما در معجزه های انبیاء علیهم السلام از خلال آیات قرآن مجید نظر اندازی می کنیم، الله رب العزت برای انبیاء علیهم السلام معجزه های گوناگون برایشان عطا کرده که در حقیقت معجزه هر نبی و پیغمبر مطابق عصر و زمان خود پیغمبر می باشه.
چون معجزه به خاطر ناتوان کردن مردم میباشه که به مثل آن چیزی که نبی و پیغمبر برایشان میاره مردم از او عاجز باشند، پس باید که معجزه هم از جنس چیز باشه که مردم به او توانایی و قدرت داشته باشند، ولیکن آن چیزی که نبی و پیغمبر آورده بالاتر از قدرت و تواناییشان برایشان نشان بده. پس به میاسا زمانی که ما در معجزه های انبیاء علیهم السلام در قرآن مجید نظر اندازی میکنیم، از جمله معجزه های صالح علیه السلام است که به طرف قوم ثمود فرستاده شده بود. و قوم ثمود زمانی که الله رب العزت در قرآن مجید برای ما و شما بیان میکنه، قومی بودند که در علم جیولوژی و زمین شناسی به اوجش رسیده بودند. در رابطه با مسئله کوها و سنگا و زمین شناسی آنقدر درایت کامل داشتند که حتی از کوها برای خود قصر جور می کردند. و اونا می دانستند که از این سنگ خارا بغیر از امی که ما تراشش می کنیم دیگه چیز امکان پذیر نیست که از این استفاده شود. از به می خاطر الله رب العزت در رابطه با معجزه صالح علیه السلام که نمی قوم ثمود با نمی درایتی که در علم جیولوژی داشتند بالاخره به شرک بت پرستی روی آوردند. صالح علیه السلام الله رب العزت برایشان فرستاد، ولیکن اونا انکار کردند، استکبار کردند، ازشان آیت خواستند، معجزه خواستند، دلیل خواستند، و الله رب العزت از قلب کوه، از سنگ خارا برایشان شتر ماده را خارج کرد که به چشم سر مشاهده بکنند. از سنگ برایشان شتر خارج کرد، و نه تنها که خارج شدن شتر از سنگ خودش خلاف عادت می باشه، بلکه همین شتری که هم از سنگ خارج شد هم خودش خلاف شترهای دیگری بود. یک روز اینمی شتر و ناقه که صالح علیه السلام من حیث معجزه برای قوم پیش کرده بود، یک روز تماما آب قریه را اینمی یک شتر میخورد، و در یک روز دیگه تمام قریه با افرادش و با حیواناتش از آب خور استفاده میکردن، و به مو اندازه که آب میخورد به مو اندازه برایشان شیر هم میداد. ولیکن قوم ثمود زمانی که معجزه را به چشم سر مشاهده کردند، ولیکن چون قلبهایشان استکبار داشت، قلبهایشان از کبر و نخوت پر بود، همه از این چیزها را نادیده گرفته، نه تنها که به صالح علیه السلام ایمان نیاوردن، بلکه در صدد از ایشان که تا ناقه صالح علیه السلام را بکشن و به قتل برسانن. در عهد و زمان عیسی علیه السلام علم طبابت پیشرفت کرده بود دیگه، طبابت و علاج و تداوی به اوجش رسیده بود، به انواع مختلف مردم تداوی و علاج میکردند. پروردگار عالم برای عیسی علیه السلام از جنس آن چیزی که مردم به او درایت کامل داشتند معجزه هایشان برایشان نصیب میکنند. کور مادرزاد چیزی که علم در او وقت و نه حاله توانایی و قدرت از این داره که طفلی که از بطن مادر کور تولد میشه برای از او بینایی بده. کوره که بسیار بینا تولد شده دوباره در اینجا کور شده، امکان داره که بینایی از او دوباره بر بگرده با تکنولوژی معاصری که امروز ما داریم. اما عیسی علیه السلام کور مادرزاد بینا میکرد، مرده را زنده کردن که تا به قیام قیامت هیچ انسان به این قادر نمیشه که مرده را زنده بکنه، به جهت از یک انسانی که مرد دیگه حجالش خلاص شد، ولیکن به امر پروردگار عالم عیسی علیه السلام مرده را زنده میکرد که تا برای قوم خود نشان بده که آن چیزی که من میکنم صدق است و راست است، و آن ادعایی که من میکنم از جانب الله و صدق راست میباشه. در عهد و زمان موسی علیه السلام قبل از عیسی علیه السلام وقت سحر و جادوگری بود، برادر اسلام سحر و جادوگری به اوجش رسیده بود. در زمان فرعون در مصر سحر و جادو آنقدر رواج داشت که حد و اندازه ای نداره، و تمام مردم به تلسم های سحر و جادو به انواع مختلفش آگاهی داشتند، و پروردگار عالم زمانی که موسی علیه السلام می فرسته از جنس آن چیزی که مردم به او درایت داشتند برایش معجزه میته، و عصا چوب موسی علیه السلام که الله رب العزت برایش میگه بینداز به یک مار و اژدها بزرگ تبدیل میشه که تا مردم بفهمند که آن چیزی که موسی علیه السلام آورده حق است، و آن چیزی که مردم از سحر و جادو میگن به این اندازه او را آوردن نمیتن. و از این جهت بود که زمانی که ساحرها حقیقت عصای موسی علیه السلام را دانستن که جانب الله است، بدون چون و چرا در اون میدان ایمان آوردن. اما زمانی که عهد و زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم میرسه،
در عهد و زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه فصاحت و بلاغت زبان عربی به اوجش رسیده بود و در او وقت و زمان هر یک دیگر را چلنج می داد، شعر می گفت، قصیده می سرود، در باب خانه کعبه بندش می کرد و می گفت که اگر مردم می توانند به مثل ازی بیارند دیگه بیاورد، به مثل ازورا پس می کرد و او چلنج می داد و به می خاطر بود که الله رب العزت برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینمت یک معجزه را نصیب کرد، اینمت یک آیه و نشانه ای برایشان داد که اینمی قوم عربی که به اوج فصاحت و بلاغت بود به مانند قرآن حتی به اندازه یک آیت هم آوردن نتانستن، عاجز شدن. و شک نیست که معجزه قرآن معجزه دائمی هست و تا به ابد باقی میمانه و الله رب العزت میدانه که جهان و کائنات رو به پیشرفت است و ترقی است و علم و تکنولوژی روز به روز پیشرفت میکنه و ترقی میکنه. اگر ما حیات و زندگی 50 سال خود با امروز مقایسه کنیم غیر قابل مقایسه است برادر اسلام، اگر امروز با 50 سال بعد مقایسه کنیم غیر قابل مقایسه میباشه. پس به می خاطر بود که الله رب العزت هم در عهد و زمان پیغمبر عربی که در اوج فصاحت و بلاغت بود دهنشان را چپ کرد و مانند از این قرآن چیز ناوردن و علمی که امروز پیشرفت کرده، تکنولوژی که امروز پیشرفت کرده، هر قدر که پیشرفت بکنه از آن چیزی که قرآن برای ما بیان کرده از اون قدر چیز اضافه تر برای ما نمیگه. کتاب ما بفهمیم که کتاب حق است، این نبی و پیغمبر حق است و او الله رب العزتی که جهان و کائنات خلق کرده و این کتاب بر ما تو فرستاده و این نبی بر ما تو فرستاده و این دین برای ما تو این خطاب کرده، او ذات حق می باشه. امروز حق تحقیقاتی که صورت می گیره و هر تحقیقاتی که بشر توسط از این تکنولوژی معاصر در هر عرصه حیات و زندگی می کنه و شک نیست که همه جهان کائنات من حیث کل مخلوق الله رب العزت است و الله رب العزت است تمام اسرار از این مخلوق خود آگاهی داره و برخی از این اسرار در قرآن مجید بر ما بیان کرده که تکنولوژی معاصر امروز یکی پی دیگر یک اسرار برای ما شما چی می کنه؟ کشف می کنه که تا در ذهن ما این نگرده برادر اسلام، قسمی که دشمنه های اسلام در رابطه با این قرآن با ظلم و با تجاوز ادعا میکنند که گویا قرآن وقت و زمانش دیگه سپری شده، قرآن کریم در وقت و زمان نازل شده که وقت و زمان صحرا و ریگستان بود، وقت و زمان بود که تجارت توسط قاطر و اسب و شتر صورت میگرفت، آره عصر تکنولوژی هست، ما تجارت توسط اینترنت میکنیم، توسط وسایل الکترونیکی میکنیم، دیگه قرآن در این عصر زمان ما کارا نیست. نه، قرآن در هر عصر و زمان برای انسان در هر مکان وسیله هدایت است، فلاح است، رستگاری است و این قرآن هیچ وقت کهنه نمیشه بلکه در هر عصر و زمان آماده ازی است که بشریت به طرف سعادت سوق بده و به می جهت است که اسرار قرآن مجید که روز به روز برای ما شما کشف میشه به جهت ازی که تا حقانیت از این کتاب در قلب ما شما پیاده شوه و ما بتانیم که به احکام از او عمل بکنیم. قرآن تنها از ما و تو ایمان نمیخواد برادر اسلام، بلکه در پالوی ایمان قرآن از ما و تو عمل میخواید، در پالوی عمل قرآن از ما و تو تلاوت میخواید، در پالوی تلاوت از ما و تو قرآن فهم معانیش میخواید، در پالوی فهم معانیش از ما و تو تدبر و تفکر میخواید. ما امروز تنها در رابطه با ایمان آوردن به این قرآن اکتفا کردیم، وگرنه شما ببینید قرآن ها در الماری ها هست، کسی درش توجه نمیکنه، فقط به این خاطر که ما ایمان داریم که قرآن کتاب الله هست و خلاص برای ما نازل کرده. به چی خاطر نازل کرده؟ به می خاطر که ما برداریمش دیگه، به می خاطر که ما در دیوار خود به اون مزین بسازیم، به می خاطر که ما سر مرده خود بخوانیمش؟ نه، قرآن به این خاطر آمده که تا موت رو به مقام انسانیت ما برسانه، قرآن به این خاطر آمده که تا سعادت و خوشبختی دنیا را قبل از آخرت برات نصیب بکنه، قرآن به این خاطر آمده که تو را سرفراز بسازه، عزت ما، سرفرازی ما کلش در تمسک ما به این قرآن است و هر قدر که از این فاصله میگیریم به ما اندازه مشکلات ما بیشتر و زیادتر شده میره. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروه انه هو الغفور الرحیم.